اسلام ستیزی. جمعه 23/3/2018 میلادی. در پی تشدید درگیری‌های نژادی در منطقه دیاگانای سریلانکا، تعدادی از بودایان افراطی با حمله به یکی از مساجد این کشور چند تن از نمازگزاران را مجروح کرده و خسارت‌های فراوانی به مسجد وارد نمودند. پلیس سریلانکا دیروز اعلام کرد در پی تشدید درگیری‌های نژادی در منطقه دیگانا، جمعی از بودایان افراطی به یکی از مساجد این منطقه حمله کرده و خسارت‌هایی را به آن وارد کردند. بر اساس گزارش پلیس، در درگیری‌های میان مسلمانان و بودایان در این منطقه چند تن مجروح شدند و هم‌اکنون نیروهای پلیس به منظور تسلط بر اوضاع در شرق این کشور حضور دارند. برخی بودایان مدعی شدند که مسلمانان ساکنان این منطقه را وادار می‌سازند که به اسلام روی آورند و اماکن باستانی بودایان را تخریب می‌کنند. بودایان سینهالی در برخی مناطق سریلانکا از جمله شهر کندی این کشور مدتی است که به صورت شبانه به محل زندگی، کسب و کار و مساجد مسلمانان حمله کرده و به اعمال خشونت علیه آنان دست می‌زنند. یادآور می‌شود که خشونت علیه مسلمانان از 13 اسفند ماه و در پی مرگ یک جوان بودایی در جریان درگیری میان بودایان سینهالی با گروهی از مسلمانان شدت گرفته است، به طوری که برخی عناصر وابسته به اکثریت بودایی سینهالی اقدام به تخریب 200 واحد مسکونی و تجاری متعلق به مسلمانان کرده و به 11 مسجد حمله ور شدند. شنبه 24/3/2018 میلادی. صالحویچ، امام جماعت مسجد خرم در شهر نوی پازار صربستان، توسط گروهی ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفت که بر اثر آن این امام جماعت مسجد به شدت زخمی شد. گروهی ناشناس صالحویچ، امام جماعت مسجد خرم واقع در شهر نوی پازار صربستان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، این امام جماعت مسجد در اثر ضرب و شتم به شدت زخمی شده است. اتحادیه اسلامی صربستان با صدور بیانیه‌ای در این رابطه اعلام کرد حمله به امام جماعت یک مسجد به هیچ وجه قابل قبول نیست. هویت افراد مهاجم هنوز شناسایی نشده و تلاش‌ها برای شناسایی این افراد ادامه دارد. لازم به ذکر است طی سال‌های اخیر موج اسلام هراسی در کشورهای اروپایی افزایش یافته و در تعداد حملات به مسلمانان، مسجد و مراکز اسلامی رشد چشمگیری مشاهده می شود. یک شنبه 25/3/2018 میلادی. بر اساس آخرین گزارش آماری اتحادیه ملی دانش آموزان بریتانیا که بر اساس نظرسنجی از 578 دانش آموز مسلمان این کشور تهیه شده، از هر 3 دانش آموز مسلمان در انگلستان یک نفر مورد حمله و تبعیض قرار گرفته است. اتحادیه ملی دانش آموزان انگلیس اخیراً گزارشی را منتشر کرده است که در آن ابعاد مختلف اسلام حراسی در این کشور مورد بررسی قرار می گیرد. این اتحادیه برای تهیه گزارشی در مورد اسلام حراسی پرسشنامه هایی را میان 578 دانش آموز مسلمان توزیع کرده و پس از بررسی پاسخهای داده شده به نتایج مهمی دست یافته است. بر اساس این گزارش، 1/3 دانش آموزان انگلیسی در طول دوران تحصیل مورد حمله و تبعیض قرار گرفتند. همچنین تعداد زیادی از دانش آموزان اعلام کردند که بیشتر این حملات ناشی از اسلام حراسی و پیش‌داوری‌های منفی است که رسانه‌های غربی نیز در آن نقش دارند. گفتنی است اسلام حراسی در انگلیس ابعاد نوظهوری پیدا کرده است. در این باره می‌توان از تعیین روزی برای تنبیه مسلمانان تا اسید پاشی، برداشتن حجاب و بمب‌گذاری در مساجد را مثال زد. دوشنبه 26/3/2018 میلادی. 3 مسجد در شهرهای هرنه، کاسل و آمبرگ کشور آلمان توسط عناصر وابسته به گروه‌های تندرو
مورد حمله قرار گرفته، ضمن اینکه بر روی دیوارهای این مساجد جملات نجات پرستانهی نظیر مسلمانان به آلمان تعلق ندارند نوشتند. طی روزهای گذشته سه مسجد در شهرهای هرنه، آمبرگ و کاسل آلمان مورد حمله گروه‌های مختلف قرار گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، اسلام ستیزان با حمله به یکی از مساجد واقع در شهر هرنه بر روی دیوارهای آن جملاتی نظیر همه بیگانگان بیرون بروند و مسلمانان به آلمان تعلق ندارند را نوشتند. در روزهای گذشته همچنین عناصری وابسته به گروه پکاکا با یورش به مسجدی در شهر آمبرگ جملاتی با محتوای سیاسی را روی دیوارهای آن بر جای گذاشتند. سومین حمله مربوط به مسجدی در شهر کاسل بود که شب گذشته توسط افرادی ناشناس با نوعی بمب دستساز مورد هدف قرار گرفت. گفتنی است شمار حملات به مساجد مسلمانان در آلمان از آغاز سال جدید میلادی به 38 مورد رسید. سه‌شنبه 27/3/2018 میلادی. بر اساس اولین گزارش سالیانه کمیسیون ملی مشاور حقوق بشر فرانسه، حملات علیه مسلمانان در این کشور 7.5% افزایش یافته و مسلمانان این کشور نسبت به پیروان سایر ادیان بیشتر مورد تبعیض قرار می گیرند. کمیسیون ملی مشاور حقوق بشر فرانسه در اولین گزارش سالیانه خود از افزایش تبعیض دینی و نژادی در این کشور خبر داد. این کمیسیون اعلام کرد حملات علیه مسلمانان در فرانسه طی سال 2017 میلادی نسبت به سال پیش از آن 7.5% افزایش یافته است. این موضوع در حالی است که پیروان دیگر ادیان به مراتب بسیار کمتر از مسلمانان مورد تبعیض قرار می‌گیرند. در این گزارش همچنین آمده است که 44% فرانسوی‌ها مسلمانان را برای هویت تاریخی کشورشان یک تهدید می‌دانند و 61% از شهروندان این کشور فکر می‌کنند که حجاب مشکلاتی را برای فرانسه به بار می‌آورد. یادآوری می‌شود که جمعیت مسلمانان فرانسه 5-6 میلیون نفر برآورد می‌شود و آمارها نشان می‌دهد که این تعداد در سال‌های آتی افزایش خواهد یافت. چهارشنبه 28/3/2018 میلادی. فردی ناشناس پس از اقامه نماز عشا در مسجد شیخ ابراهیم عثمان شهر کسلا واقع در شرق خارتوم پایتخت سودان به نمازگزاران حمله کرده که بر اثر آن 3 نفر کشته و 5 نفر مجروح شدند. این حمله شب گذشته 7 فروردین ماه روی داد و فرد مهاجم به دست نمازگزاران کشته شد. یحیی الهادی رئیس پلیس کسلا در این باره گفت در این حادثه که شب گذشته پس از اقامه نماز عشا در مسجد شیخ ابراهیم عثمان در منطقه مکرام به وقوع پیوست 3 تن کشته و چند تن زخمی شدند. وی افزود این حادثه زمانی روی داد که نمازگزاران برای نماز عشا داخل مسجدی در شهر کسلا جمع شده بودند و فرد مهاجم در حالی که با خود چاقو حمله می کرد به نمازگزاران حمله ور شد. چهارشنبه 28/3/2018 میلادی. علی‌رغم تلاش رهبران سیاسی کبک کانادا برای کمرنگ جلوه دادن اسلام حراسی در این استان، نتایج آخرین نظرسنجی انجام شده بیانگر آن است که اسلام حراسی و اسلام ستیزی در استان کبک بیشتر از سایر نقاط این کشور شیوع دارد. بیش از 70% پاسمشناسی منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که مسلمانان هدف بیشترین احساسات